این بحث رو همینجا رها میکنیم. خب یک موضوع IQ کجا قرار میگیره؟ عقل یا هوش؟ بله؟ IQ کمیت پذیره یا کیفیتیه؟ دوستانی که میگن عقلی. خب حالا میرسیم بحث IQ و بعد تعریف هوش. هوش یعنی ایجاد، قابلیت به وجود آوردن، قابلیت خلق چیزی که قبلا نبوده. اگر بحث ما هوشه، با تعریفی که میایم بعدا بهش میرسیم، میدونم در حال حاضر میگن IQ اینقدر، اما فعلا شما اینو داشته باشین WQ. خب در واقع کمیت عقل، خب توجه فرمودین، کوانتیتی در واقع عقل، یک کیفیت هوش. IQ رو فعلا علل حساب بذاریم اونجا. آن چیزی که به عنوان IQ میشناسیم در واقع قابلیت به کار بردن، قابلیت استدلال، قابلیت استنتاج، به کار بری و و و و و یه اختلاف بزرگ ما با اون چیزی که الان روانشناسی داره صحبت میکنه اینه که اون چیزی که تعریف شده WQ هست. خب آن چیزی که ایجاد، قابلیت ایجاده، اون کمیت پذیر نیست. مثلا ما نمیتونیم بگیم که یک نقاش قابلیت خلاقیتش چند واحده، یک شاعر به اصطلاح خلاقیتش چند واحده، یه عدد بدیم. خلاقیت کمیت پذیر نیست و خلاقیت رابطه مستقیم با چی داره؟ با ذوق و شوق و وجد و سرور و اینها در واقع ارتباط داره. خب که در سر جای خودش همه اینا رو میایم دونه دونه استدلال میکنیم و ثابت میکنیم که اینطوریه. و بعد حالا اگر برای اینکه ما خلاقیت داشته باشیم، مثلا آموزش پرورش، بچه میخوام تحویل بیاد مهد کودک، اصلا از دوران کودک، چه سیستمی باید به کار برده باشه، به کار برده بشه برای پرورش خلاقیت؟ چون تمام اون چیزی که هست، تمام اونها کلیشه‌ای و در واقع آماده کردن کودک برای استفاده از عقل، یعنی چیزی که وجود داره، چیزی که وجود داره ما میخوایم طرز استفاده اینو به کار بگیریم، یه چیزی رو استفاده بکنیم، نحوه به کار بردن. و حالا چیزی که میایم همه رو تعریف میکنیم، از استعداد، مهارت، نمیدونم، همه رو تعریف خواهیم کرد، متوجه میشیم که ما دو تا چیز داریم، یکی WQ و یکی IQ. اگر داریم راجع به در هوش، راجع به قابلیت ایجاد صحبت میکنیم، همون چیزی که یه سازمان بهش نیاز داره. یه سازمان نیاز به یه چیزی داره که وجود نداره. اگر وجود داره ما داریم دنبالش رو میگیریم، میشه کشف استدلالی. این آنگاه آن، چون اینو داریم میتونیم اونم ازش نتیجه بگیریم، اینا میشه کشف استدلالی و در واقع میاد توی پله عقل.